در خدمت معاونت محترم استاندار هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. جناب آقای بامری، از آخرین وضعیت استان بگید در رابطه با بارش‌های اخیر و بحران‌هایی که بوده و بازدیدهایی که از شهرستان‌های مختلف داشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند رو شاکریم که باران رحمتش رو ساری و جاری کرد در سطح استان پهناور سیستان و بلوچستان، به نوعی که قالب شهرستان‌های استان و نقاط مختلف این استان از این نعمت برخوردار شد. به دنبال هشدارهایی که سازمان هواشناسی در هفته گذشته صادر کردن، استاندار محترم با تشکیل جلسات ستاد بحران استانی به ریاست خود ایشون و متناظر اون هم جلسات ستاد بحران شهرستان ها به ریاست فرمانداران محترم و همینطور اعزام اکیپ هایی با سرپرستی معاونین استاندار به مناطق پرخطر که بنده توفیق شد در شهرستان دلگان و به استفاق مشاور محترم های استاندار و امروز هم در ایران شهر و بنپور حضور پیدا بکنیم، اون چه که مشهود خوب باران رحمت الهی هم در سواحل و هم در نقاط شمالی و جنوبی و مرکزی، اما بعضا با شدت و حدت متناظر با سایر نقاط باریدن گرفت که بعضا هم 80-90 میلیمتر و در بعضی جاها به 100 میلیمتر هم در طول این ایام بارندگی داشتیم. با پیشبینی هایی که انجام گرفته بود، با پیشگیری هایی که مجموعه شهرستان ها و تلاش مساعد و مکرر و مستمری که فرمانداران محترم و نظارت استاندار محترم و مجموعه ستادها انجام داده بودند، خدا را شاکریم که کمترین خسارت جانی رو داشتیم، اونم یکی دو مورد به علت برق گرفتگی در حوزه زاهدان. نکته دوم، پیرامون بحث خسارات مالی و زیربنایی، باز هم به دلیل فراهم کردن مقدمات هم تکمیل و پشتیبانی سیلبندهایی که در حوزه شهرها و روستاها وجود داشت، هم مسیرهای مسدودی که احیانا وجود داشت اونها رو بازگشایی کرده بودن دوستان شهرستان، و هم حضور میدانی خود فرمانداران و مجموعه اعضای ستادها و شخص استاندار و ما هم توفیق داشتیم در کنار مردم و استفاده از ظرفیت خود مردم و بخش خصوصی و دولتی و گروه های جهادی، سپاه و بسیج، خب الحمدلله این حجم از بارندگی به نوعی مدیریت شد که هم کمترین خسارت جانی و هم کمترین خسارت مالی رو داشتیم. البته خب خساراتی به تأسیسات زیربنایی، راه ها، مزارع کشاورزی، باغات و نخیلات، مخصوصا خرما در حوزه بلوچستان که غالب محصولات کشاورزی و فصل برداشت این محصول در این ایام، خسارت های وارد شد. نقاطی از روستاها هم قطعی برق رو داشتیم، هم مسدود شدن راه ها رو داشتیم و همین که قطعی مخابرات و سایر خدمات رو. اما اکیپ هایی که تشکیل شده بود، حضور میدانی مدیران کل، به سرعت نسبت به رفع این موانع و مشکلات اقداماتی انجام گرفت. الانی که من دارم خدمت شما مصاحبه می کنم، غالب نقاط استان ما هم مسیرها بازه و هم غالب روستاها و جاهایی که دچار نگرانی و اختلال در شبکه‌های خدمات رسانی شده بودند، این خدمات رسانی از سر گرفته شده و مردم زندگی عادی خودشون رو دارن سپری میکنن. خدا رو هم باز شکرگزاریم و باز هم درخواست میکنیم و تمنا میکنیم ان شاءالله باران رحمت الهی ساری و جاری بشه و ما بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم. باران رحمت نعمته، اگر ما زیرساختش رو فراهم نکنیم قطعا میشه نعمت متاسفانه، ولی اگر زیرساختش رو فراهم بکنیم آمادگی لازم رو داشته باشیم. کما اینکه این اتفاق در این ایام افتاد، امروز سیلبند هم ایران شهر رو ملاحظه میکردیم، دوستان هنوز داشتن کار انجام میدادن. سیلبند بنپور روی کار بسیار بزرگی فرماندار محترم به اتفاق همه مجموعه ستاد بحران در دلگان هم به همین سبب اقداماتی رو انجام داده بودن که اگر در گذشته انجام میگرفت ما خسارت رو کمتر می داشتیم. امیدواریم که انشاءالله در سالهای آتی با اعتباراتی که از محل ستاد بحران با دستور استاندار محترم بناست شکل بگیره برای سیلبند مناطق شهرهای کل شهرهای استان و همینطور ابنیه فنی راه ها و زیر ساخت ها، انشاءالله این بارندگی ها همواره مایه آرامش و آسایش و استفاده بهینه در سطح استان بشود.